سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به بخش دوم برنامه آخر خط. و آقای هادی هادی، رئیس بنیاد فرهنگی تبلیغی پیامبر اعظم، در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید آقای هادی. قربان شما. اجازه بفرمایید از همینجا آغاز کنیم. حالا که روز جهانی قدس چیست و وجه تسمیه این روز به این نام چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر واقعه شهدا، شهدای جهان اسلام، شهدای مظلوم فلسطین، و با سلام به بینندگان محترم تلویزیون نور. شما میدونید که بیش از 60 چند سال ملت مظلوم فلسطین و کعبه اول مسلمین در اسارت اسرائیل است و این زخم ناسور و خونچکان سالهای سال همه مسلمین و آزادگان جهان رنج داده و رنج میته و با گذشت هر زمان این زخم خونین تر میشه و مصیبت و بلا و بدبختی های نصیب مردم مظلوم فلسطین میشه بیشتر از گذشته است. لذا با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، که یکی از آرزوهای بسیار جدیش آزادی قدس شریف و آزادی مظلوم مردم مظلوم فلسطین از بند و بیچارگی بود، تصمیم گرفت که روز جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز دفاع از قدس نامگذاری بکنه و در حقیقت امروز را به دفاع از مظلومین و مستضعفین و مخصوصا ملت مظلوم فلسطین و حمایت از این مردم اعلام بکنه. لذا جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز قدس نامگذاری شد که امروز در سراسر جهان کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی از این روز به عنوان یک وظیفه، یک تکلیف، یک رسالت و دفاع از مردم فلسطین اعلام حمایت میکنند و حضور خود به هم میرسانند و در حقیقت روز روز مستضعفین و روز دفاع از مظلومین و مخصوصا مظلومین فلسطین است. بله، حالا شما مشاره کردین که جمعه آخر ماه مبارک رمضان مسمی بر روز جهانی قدس است که تجلیل میشه در سراسر دنیا و از طرف مسلمان ها. واقعا اهمیت تجلیل از چنین روز چی است و چی اهمیتی میتونه تجلیل این روز داشته باشه؟ شما میدانید ملت که سالهای سال در رنج و غم و مصیبت و درد و بدبختی گرفتار است، حداقل اگر مسلمین نمیتونن دفاع نظامی بکنن، حضور خدا، همبستگی خدا، حضور سیاسی خدا، حمایت معنوی خدا از این مردم نباید دریغ بکنه. یک تکلیف شرعی است، یک وظیفه است. لذا در جامعه امروز همبستگی خودش یک اهمیت است، حمایت خودش یک وظیفه است و حضور مردم، حضور گسترده مردم در این روز به دفاع از مردم فلسطین اثبات مظلومیت مردم فلسطین است و خواسته های ما خواسته هایی است که قطعا به عنوان خواسته جهانی، به عنوان مسلمان، به عنوان انسان او ای است که مردم مظلوم فلسطین به حق خود برسند و اشغال پایان بگیرند و وضعیت را که غرب از آدرس اسرائیل برای کشورهای اسلامی و خصوصا برای فلسطین ایجاد کرده این وضعیت تغییر بکنه. بله، حالا برخی هم گاهی پرسش های رو مطرح میکنن واقعا که اگر ما حداقل دست کم راه پیمایی رو برام اندازیم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و روز جهانی قدس تجلیل میکنیم، این چه کار میتونه برای مردم فلسطین انجام بده و تا چه اندازه مفید است برای اونها؟ به شکل طبیعی برای یک آدم مظلوم وقتی که یک کس اعلان حمایت بکنه، از نظر روحی، روانی، معنوی تاثیر خود داره، برای دشمنم تاثیر خود داره و از او طرف اثبات حق طلبیت مردم و مظلومیت مردم است. لذا ما باید از این مرحله بگذاریم که صرف به دفاع از مردم مظلوم فلسطین یک یاد میکنه. میخواییم بگوییم که با بیداری جوامع انسانی و اسلامی و مقاومت در برابر ستم و ظلم و بدبختی و تجاوز و اعلام همبستگی و همکاری و هماهنگی در حقیقت برای دشمن اثبات میشه که ترفندها و توطئه ها و جنایات او دیگه پوشیده نیست. بیشتر از این نمیتونه به بهانه های مختلف از یک کشور مظلوم اسلامی
فتنه های بزرگی را برای ملت ها و ملت مظلوم فلسطین ایجاد بکنه. و ما میبینیم که با گذشت زمان و بیداری که امروز جامعه اسلامی و انسانی و اسلامی با وجود آمده و باعث همبستگی مردم شده، باعث همبستگی مسلمان ها شده، از این طرف مسلمان هایی را تکلیف میدانه که خود به عنوان همدرد و همکار و غمشریک و به اصطلاح برادر او با در نظر داشت و قوت و وظیفه شرعی و دینی و انسانی اعلام حمایت بکنه و حداقل در روز جهانی قدس جنایات و فتنه ها و توطئه هایی که چه علیه خود مردم مظلوم فلسطین است، چه همه علیه همه کشورهای اسلامی است، یا در مجموع علیه مظلومین است، اصلا علیه مستضعفین که روز جهانی قدس به دفاع از مظلومین و مستضعفین است، علیه مستضعفین است جنایات باید اینا افشاگری بکنه، روشن بکنه. حداقل اگر مقامات دولتی و قدرت های بزرگ شیطانی دقت متوجه نشوه، مردم جهان، کشورهای جهانی باید بیدار شوه و هوشیار باشه که بیشتر از این جنایت و فتنه و فساد برای جامعه انسانی قابل تحمل نیست. بله آقای، حالا با توجه به اینکه روز جهانی قدس نه تنها اعلام حمایت مسلمانان جهان از مردم مظلوم فلسطین است، بلکه گفته میشه که این باعث بیشتر نزدیک شدن مسلمانان و همچنان وحدت بین امت مسلمه میشه، اما واقعا در عمل چگونه این میتونه که باعث وحدت مسلمان ها شود؟ وقتی که از لازمه تکلیف شرعی و وظایف انسانی و اسلامی مسلمان هایی است که به غم و درد همدیگر خود شریک باشند، وضعیت همدیگر خود بفهمند، شرایط او را بدانند. و اگر مسلمان ها در آغازین روز تجاوز اتحاد شوروی، در آغازین روز تجاوز اسرائیل بر فلسطین متحد می شد، یقینا وضعیت مسلمان ها، وضعیت فلسطین تا امروز به این شکلی که وجود داره ادامه نداشت. بله حالا در اینکه در می خوام یک یادآوری بکنم که در اولین روزگار ملت مسلمان و قهرمان افغانستان یک کمیته را ایجاد میکنه با مسئولیت میرعلی اصغر شاهی مرحوم، از کابل پول جمع میکنن، از کابل خون تهیه میکنن، اطلاعیه میتن و به کشورهای عربی و روس هشدار میده و نامه میده که اگر متحد نشدین، اگر به درد همدیگر رسیدگی نکردین، اگر بهانه عربیت و غیر عربیت به وجود آمد، اگر شما خود از اسلام فاصله گرفتین، حتما از داغ تا سالهای طولانی ملت ها را رنج میده. لذا هم تکلیف شرعی است که باید همدردی بکنه، وحدت نظر داشته باشه، وحدت اخوت خود مد نظر بگیره، مسئولیت خود مد نظر بگیره، هم وظیفه انسانی است که یک جامعه مظلوم ستم کشیده و بهانه های مختلف سیاسی همیشه پایمال شو و نابود شو و همیشه نسل در نسل در زندان بمانه، شکنجه شو و قتل عام شو. بله حالا شما مشاره کردین در اینکه در آغاز مسلمان ها واقعا نتونستن جلوی استکبار و غاصبین قدس و شریف فلسطین را بگیرن، مشکل در کجا بود؟ واقعا شرایط در اون روزگار مساعد نبود و یا هم حرف ها و دیدگاه های دیگری وجود داشت؟ مسلما که متاسفانه اون روز مسائل عربیت و غیر عربیت یکی از قضایای بسیار جدی بود، یکی از دلایل بسیار جدی که فاجعه طول کشید مسئله نفاق و اختلاف بود. خیلی از کشورهای اسلامی به دلایل مختلف گاهی اظهار همدردی کردن، گاهی اظهار همدردی نکردن. شما میبینید که گاهن مثلا از مصر برای انتقال مواد غذایی زمینه برای مردم مظلوم غزه فراهم نشد، ماها سالها اینا مظلومیت ها تبایی ها در بدریا را تحمل کرد. نفاق یکی از قضاهای عمده بود، عربیت جدا از اسلام یکی از مصیبت های عمده بود، یکی دیگه از مسائل بسیار تلخ و زننده نوکری رهبران کشورهای اسلامی عرب برای غربیا بود که مطابق پروگرام آمریکایی ها و غربیا اینا برنامه ها را تنظیم میکردن، تخریب میکردن و در حقیقت از پشت به مردم مظلوم فلسطین خنجر میزدن. بله اما در حال حاضر هم دست کم اگر مسلمان ها کار دیگری از دستشان نمیاد، دست کم با ریختن در جاده ها و راه اندازی را پیمایی ها اعلام خود را از حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام میدارن. آیا واقعا بیشتر از این هم کار میتونن مسلمان ها انجام بدن در حال حاضر؟ من معتقد هستم که حداقل در این مرحله بیدارگری، در این مرحله همبستگی، در این مرحله همدردی، وقتی که ندا و مظلومیت و بیچارگی های ملت
فلسطین تا قلب آسیا و اروپا پیش میره، در خود غرب کشورهای غربی در آمریکا تظاهرات صورت میگیره. این در حقیقت هم ادامه رسالت خودشان است، هم یک مبارزه منطقی آرام است و هم بیدار باش برای ملت هایی است که اونها با از آدرس اونها به نام حقوق بشر، به نام حقوق انسان، به نام دموکراسی، به نام های مختلف دیگه جنایات را دوامدار مرتکب میشه و به عنوان جانی در جامعه انسانی اینا عمل میکنه. لذا مبارزات فعلی به عنوان تظاهرات و تظاهرات آرام و اظهار بیزاری با اونا، غیر از آثار معنوی که داره، غیر از این که احساس مسئولیت است، غیر از این که برای مردم فلسطین یک روحی است، در حقیقت برای ملت‌های خوابیده همی هشدار باش و بیدار باش است که اونا متوجه یه حوادث خونین باید شوند. بله، حالا مشخصتر اگر این پرسش رو بازم بپرسم، موقعا مسلمان ها بجز از اینکه اعلام حمایت کنند در حد یک لفظ و راه اندازی راه پیمایی در جاده ها بریزن و در خیابان ها و از مردم بیدفاع و مردم فلسطین اعلام حمایت کنند، آیا راه دیگری هم دارند که فراتر از این هم بتونند کمکی کنند به مردم فلسطین؟ یقینا اگر این مردم تصمیم بگیره، مسلمان ها میتونه کمک های مختلف بکنه، کمک های دارویی بکنه، کمک های به اصطلاح اقتصادی بکنه، کمک های پولی بکنن. و گذشته از او در ادامه تکلیف هر کس مطابق توانش باید وارد میدان شود. اگر ما بتونیم مسلمانان را به این مرحله به اصطلاح اعلام بکنیم که اینا درد خود دخن درک بکنن، بعد از درک دردش راه حل خودشان میتونن پیدا بکنن. با اعلام حمایت و همبستگی و دفاع از اینا میشه که مشکل فلسطین به یاری خدا حل شود. من یقینا معتقد هستم که با بیداری و اتحاد مسلمین وضعیت در اسرائیل در فلسطین تغییر میکنه و اسرائیل وضعیت خودشان تغییر میده و حتما دنیا میفهمه که بیشتر از این غربی ها از آدرس اسرائیل به عنوان یک تومه برای ایجاد جنایت و فتنه بیشتر استفاده نمیتونه. ما امیدوار هستیم که با بیداری مسلمان ها و انسان ها این وضعیت پیش بیره. سپاسگزارم. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. سلام مجدد، به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای هادی، حالا در مسئله روز جهانی قدس و تجلیل از این روز، واقعا برخی ها هم فکر میکنن که این روز و نگاه به این روز یک مسئله سیاسی است و یک مسئله دینی و مذهبی باشد. شما هم چنین فکر میکنین؟ ما اصلا معتقد هستیم که دین و سیاست اصلا دو تا نیست. یعنی بیشتر سیاسی گونه و ابزار گونه به این روز نگاه میشه. اصلش که من معتقد هستم که دین و سیاست یکی است. بله. و دین است که به اصطلاح باید سیاست کنه و حکومت کنه. اما این که روز مسئله فلسطین ابزار باشه، روز قدس، من ایره اشتباه میدانم، این ادای تکلیف است و وظیفه است. و این که ملت ها تا چه حد بیدار میشه، تا چه حد احساس درک میکنه. مثلا دیروز ملت افغانستان در برابر یک تجاوز بزرگ مقاومت میکرد و در میان خون میغلطید. کافی بود که از او سر دنیا یک کس حمایتش بکنه و اعلان همدردی بکنه و برای او روحیش تقویه میشد و رشد میکرد و مقاومتش بیشتر میشد. لذا من معتقد هستم که امروز وضعیتی که در جامعه اسلامی قرار داره، بیشتر شرایط افشاگری فراهم شده، سیاست بازی های کشورهای غربی مخصوصا در رأس آمریکا بیشتر فراهم شده و بیشتر فتنه هایی که اینا شروع کردن و شروع میکنن و ادامه میتن و ادعای حاکمیت جهانی رو داره بیشتر روشن است. شما میبینید که مسائل انسانی یا حقوق بشر یا دیگرها هیچ چیزی برای غربی ها مطرح نیست. اونا با کلمات بازی میکنن و از این آدرس به اصطلاح ادعای حاکمیت میکنن، نه برای اینا خون مردم، نه عزت مردم، نه حیثیت مردم، نه زن، نه مرد، نه کودک، هیچ چی تاثیر نداره. چه نمونه های کاملش ما در خود اسرائیل میبینیم که صدها و هزاران طفل در اونجا زندان است، زنها سالهای سال زندان است، یا حوادث را که ما متاسفانه در سایر کشورهای عربی و مصر اینا میبینیم که هیچ گونه معیار به اصطلاح انتخابات، معیارهای انسانی، معیارهای اجتماعی وجود نداره. هر کسی را که خواسته باشه غربی ها بکشه، میتونه بکشه، میتونه محکوم بکنه. رئیس جمهور منتخب یک کشور را میگیره، فردایش میگه که این جاسوس است. بسیار به سادگی
بسیار به آرامی و به اصطلاح باعث جنگ های خونین در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی میشن و بهانه های مختلف سرمایه مردم، اقتصادی مردم، شهرهایشون رو خراب میکنه و ایران های بزرگی رو به وجود میاره. لذا من معتقد هستم که روز قدس در حقیقت باید روز آگاهی دادن باشه، روز بیداری باشه، روز هوشیاری باشه، روز آشنایی مردم با جنایات غرب باشه که غربیا از این جامعه انسانی و اسلامی چی میخواد برای خودشان که هیچ معیاری در اون کشورها متاسفانه برای از اینا قابل قبول نیست. بله، حالا با دور از نگاه های مغرضانه و خوشبینانه که به اصطلاح به مسئله قدس و قضیه فلسطین وجود داره، واقعا فکر میکنین راه حل عادلانه حل معضل فلسطین و قدس چی هست؟ یقینا اگر فشارهای جهانی و فشارهای شدید به وجود بیاید، ممکن سازمان ملل که به دستور غربی ها میشه عمل میکنه یک مقدار احساسات و نگاه انسانیش بیشتر تحریک شود، یک مقدار زمینه فراهم شود که تازه یک نفس آرام برای شرایطش برای مردم مظلوم فلسطین فراهم شود و یک تغییرات به ابتدای حداقل بیاید. اگرچند سازمان ملل در اختیار آمریکا و اسرائیل است و همیشه به دول اینا رقصیده و برنامه از اینا برنامه ریزی کرده و در حقیقت زبان غربی هاست برای حفظ کردن و آرامش مردم یا اخفال مردم در حقیقت، ولی ما امیدوار هستیم که احساسات انسانی و وجدان انسانی سازمان ملل و کشورهای اسلامی کشورهای غربی در این رابطه یک مقدار بیشتر تحریک شود تا در رابطه مردم مظلوم فلسطین یک تصمیمی جدید گرفته شود. آیا چنین چیزی در حال حاضر به نظر شما ممکن هست؟ دیده میشه آثار چنین چیزی؟ یقینا تحولاتی که امروز در جامعه انسانی و اسلامی وجود داره یا در جامعه عربی حتما تغییرات بسیار جدی پیش آمده. شما میبینید که دیروز فلسطین کاملا تنها بود، دیروز در لبنان واقعا مشکلات بود، ولی امروز فلسطین تنها نیست، لبنان تنها نیست. در سراسر دنیا وقتی که مردم بلند میشه، وارد میدان میشه و تظاهرات میکنه، اظهار به اصطلاح انزجار میکنه از دشمنش، معنایش ایست که فعلا آثار و نتایج قیام مردم مظلوم فلسطین جهانی شده و به سوی جهانی شدن پیش میره و انسانها در صف اینا و در صف حق میپیونده و میخواه از اینا به عنوان مظلوم و حق دفاع بکنه. بله، در کل فکر میکنم نامگذاری روز جهانی قدس و همچنان اعلام حمایتی که مسلمانان سراسر دنیا در این روز از مردم فلسطین دارن، چی تأثیری تا حال تونسته بر مبارزات مردم فلسطین داشته باشه؟ یعنی وقتی که مردم فلسطین واقعا هماهنگی و وحدت مسلمین را در این روز میبینن، آیا میتونه یک روحیه مثبت برای از اونها بوده که مبارزاتشون جدی تر و تصامیمشون هم بیشتر شود؟ شما میبینید که در این اواخر چند سال است که به شدت اسرائیل مستعصل شده و ذلیل شده و شکست خورده و محکوم است، با اینکه عملا اروپا، عملا آمریکا پشت سر اسرائیل به بهانه های مختلف با نیروهای مسلح وارد میدان شده، اما هنوز مردم مظلوم فلسطین امیدواریش بیشتر شده. مردمی که ماها به اصطلاح در محاصره اقتصادی بودن، نان نداشتن، آب نداشتن، آب آشامیدنی نداشتن، اما روحی خود از دست ندادن. اسرائیلی که قبلا در کشورهای عربی از نام او کسی استراحت نداشت و خواب نداشتن، امروز شکست خورده و مقاومت و فداکاری های حزب الله در 20 چند روز شاخ اسرائیل در حقیقت شکستان هیبتش و هیمنهش نابود کرد. اسرائیل امروز به بهانه های مختلف و از آدرس مستقیم غربی ها و امریکای ها و حتی گاهن با همکاری اروپا وارد میدان میشه، هنوزم رای پیروزی برای خودش احساس نمیکنه و ذلیل شده و زمینگیر شده و کافیست برای یک کشوری که تا دیروز او ادعای بسیار بزرگ داشت و همه کشورهای عربی را مشغول کرده بود، امروز از تمام کشورها فریاد مرگ بر اسرائیل بلند شوه و مردم اعلان انزجار بکنه و نفرت خود اعلام بکنه و او به عنوان یک نظام تروریست، یک ستمگر، یک ظالم اعلام موضع بکنه، خودش در حقیقت شدیدترین و کوبنده ترین اسلحه است علیه اسرائیل که اسرائیل امروز به اصطلاح به خاک نشانده. بله، حالا آینده این مسئله را چگونه میبینین؟ واقعا با گذشت هر روز یا هر سال هر ماه فکر میکنین مقاومت مردم فلسطین بیشتر میشه و یعنی پیروزی های بیشتری از آنشان خواهد شد؟ یقینا این موارد است که بسیار روشن شده و بسیار شفاف است و همه میفهمن و به تنین مظلوم صدای مظلومیت فلسطین فعلا جهانگیر شده و در همه جای جای دنیا وجود داره، مخصوصا در روز جهانی قدس. و من امیدوار هستم که فردا مردم مظلوم و قهرمان افغانستان هم باز، مخصوصا مردم شریف و بزرگوار کابل، با ثابت بکنه که چقدر میتونه از مظلوم دفاع بکنه و حمایت بکنه و حضور گسترده و شکوهمند خود داشته باشه.
بله آقای هادی، حالا هرگاه تجلیلی از روز جهانی قدس و سایر روزهای مذهبی و جهانی که وجود دارد در جهان اسلام، هرگاه در افغانستان هم تجلیل میشه از اون روزها، واقعا برخی ها میان انتقاد میکنن که مردم افغانستان هم مشکلات فراتر از اون مردم دارن و باید متوجه مشکلات خود باشن و در پی چاره جویی برای حل مشکلات خود باشن. واقعا فکر میکنید چقدر اینا یک انتقادهای بجاستن و یک در واقع یک انتقاد بجاستن در کل؟ متاسفانه اینا نمیفهمن که مردم افغانستان اولا مسلمان است. مردم مسلمان افغانستان مردم قهرمان است که به دفاع از دین و ارزش های خودش به مرز میلیون میلیون شهید دادن و به قربانی دادن. ما بیایم از استاد بزرگوار پروفسور استاد برهان الدین ربانی شهید شروع کنیم تا همه شهدای دیگر. ثانیا اینا نمیفهمه که مسلمان ها همبستگی داره. شما میبینید که در مبارزات گذشته در قیام ها مردم افغانستان با مصر، با شهید شهدای مصر، با سید قطب شهید، با امام حسن البنای شهید، با سید جمال الدین بزرگوار، با شهدای بزرگوار لبنان، با شهدای ایران، همه که با هم دیگر رابطه داشتن، تماس داشتن، ارتباط داشتن، اینا همبسته بودن و همبستگی دارن. و سالسن دیروز که مردم افغانستان مستقیم گرفتار یک مصیبت و مصیبت بسیار بزرگ بود که اتحاد شوروی در یک کشور تجاوز کرده بود، حداقل دنیا میفهمه و اونایی که در افغانستان نشسته میفهمه که تمام مسلمان ها از ما آمد حمایت کرد. چرا دیروز یک کس نیامد که شکایت کنه که چرا از کشورهای عربی ما را حمایت کرده، چرا از فلسطین ما را حمایت کرده؟ ما خیلی شهدای بزرگوار داریم که دیگه اینا آمدن در در کشور افغانستان کشته شدن، شهید شدن. لااقل مردم افغانستان که نمیتونن در سنگر حضور داشته باشن، نمیتونن شهید شون، لااقل نباید حمایت بکنن؟ هم وظیفه دینی ماست، هم مردم افغانستان مردم مسلمان است، هم ما به هیچ عنوان به ناحق وارد میدان نمیشیم که به اصطلاح جنجال آفرینی بکنه بر افغانستان. اگر افغانستان کشوری اسلامی مربوط به خود مسلماناست و یک کشور آزاده و مستقل است، طبیعی است که این مردم باید ادای تکلیف خودم بکنه، رسالت خودم انجام بده، حداقل به ملت به ملت های مسلمانی که از ما حمایت کرده از اونام حمایت بکنیم. بعد حرف بعدی است که اگر این قضیه به دفاع از مظلوم نباشه چرا ظالم میترسه؟ آدمای ستمگر چرا میترسه که لااقل مردم کابل یا مردم افغانستان در یک نقطه جمع شود، تجمع بکنه علیه یک نظام فاسد ستمگر استاد میشه، بعد یک ده عصبی میشه، ناراحت میشه، داد فریاد میزنه که در این کشور مصیبت زیاد است، ولی در این مصیبت که زیاد است چرا مردم نام فلسطین میگیره؟ ما میخواهیم بگویم که اگر بنا بود که مصیبت ها را در این کشور حل بکنه که آمده بودن خدای 10 سال 12 سال بعد حل میشد. اگر خیلی بسیار کوتاه اشاره کنیم که حالا برای از اینکه روز جهانی قدس فراتر از یک مراسم تجلیلی شوه و نگاه فراتر از این مسئله بر روز جهانی قدس شوه، چی باید کرد؟ یقینا افشاگری، بیدارگری، رساندن پیام مردم مظلوم فلسطین به دنیا، رساندن پیام مردم مسلمان افغانستان به فلسطین، دفاع و حمایت از مردم، از مردم حق‌خواه و مظلومی که به اصطلاح برای دفاع از دینش، از سرزمینش مقاومت کردن، و اعلان همبستگی و وحدت و انزجار علیه کفار و منافقین و کسایی که به اصطلاح در صف مخالف و بهانه فلسطین علیه اسلام کار میکنه و به کشورهای اسلامی جنایت میکنه و مردم مسلمان دنیا را گویا در اسارت خود احساس میکنه و برای بلعیدن همه کشورها تلاش میکنه. سپاسگزار هستیم. در پایان هم سپاسگزار هستم از حضور و وقت مهمان گرامی برنامه آقای هادی هادی، رئیس بنیاد فرهنگی تبلیغی پیامبر اعظم، و از شما بیننده های عزیز هم تا برنامه بعدی در همین فرصت، خدا نگهدار.